بسم الله الرحمن الرحیم. مثل که شما در جریان هستین، امروز در این مراسم بسیار تاریخی برای مردم و ملت افغانستان و ملت ایالات متحده بود. بعد از این هر دو طرف متحد هستند که بر مواد همین موافقتنامه عمل میکنند. مرحله بعدی که مذاکرات صلح بین الافغانی سوره، شما چطور پیش بینی میکنین؟ با حکومت افغانستان آسان است فکر میکنین به حیث یک جناح درگیر؟ وقتی که ما البته بر اساس این توافق نامه بعد از 10 روز خروج اولین پرواز نیروهای خارجی از افغانستان شروع می شود رسما، و ما باید تا 10 مارچ 5000 محبوسین امارت اسلامی افغانستان و 1000 محبوسین نیروهای جانب مقابل باید ما رها بسازیم. بعداً گام بعدی است که ما متصل به مذاکرات بین الافغانی باید داخل شویم. در مذاکرات بین الافغانی ما همه مسائل داخلی افغانستان را در اونجا بحث میکنیم. و مذاکرات با حکومت افغانستان به نظر شما آسان خواهد بود یا با جناح‌های دیگر؟ گوش کنین، ما وقتی که ما با ایالات متحده امریکا مذاکرات کرده میتونیم، بعد از 20 سال جنگ ما با هم به یک توافق رسیده میتونیم. با افغانای خود ما بسیار مشترکات زیاد داریم. ما امیدوار هستیم که همه جهات های داخل در قضیه افغانستان یک تیم مذاکراتی را تشکیل بدهند. هر چیز زودتر باید همین مسئله محبوسین خلاص شود، یک فضای اعتماد سازی به وجود بیاید، ما هر چیز زودتر به مذاکرات بین الافغانی داخل شویم، همه مسائل داخلی افغانستان را در اونجا با هم حل و فصل کنیم، در نتیجه بتوانیم ما یک صلح سرتاسری در وطن ما برقرار شود. به نظر شما جناب مولوی صاحب، هوای کابل و هوای قطر متفاوت نیست؟ در کابل هم چیزای جریان داشت امروز، همزمانی که شما اجرا موافقتنامه را با ایالات متحده امضا میکردین، سرمنشی ناتو و وزیر دفاع امریکا در کابل بودند و اونا با حکومت افغانستان یک اعلامیه مشترک صادر کردند. فکر میکنین که، ما که پرسان میکنم که هوای کابل و قطر یکی بوده، از این نظر تغییر را به وجود خواهد آورد؟ به نظرم برای فعلا یک اجماع بین المللی وجود دارد که باید همه نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند و باید افغانها در مابین خود بشینند. مسئله افغانستان باید از طریق تفاهم و دیالوگ حل شود. این یک گام مثبت در فضای بین المللی است. باید افغانها از این فرصت پیش آمده باید استفاده بکنند. ما بتانیم که همین مسئله جنگ و بدبختی را از افغانستان ختم بسازیم، در وطن ما یک صلح سرتاسری هر چیز زودتر برقرار شود، در حاکمیت یک نظام اسلامی ما با هم برادروار زندگی کنیم. مشکلات و موانع سر راه مذاکرات بین الافغانی وجود دارد؟ بر اساس این توافق نامه دیگر هیچ کدام مشکلی وجود نداره. باید که مسئله بندی ها حل شود، ما فوراً باید به مذاکرات بین الافغانی باید داخل شویم. از طرف ما آمادگی است، هر وقت که مسئله بندی ها حل شود ما آماده داخل شدن برای مذاکرات بین الافغانی است. و چگونگی نظام آینده افغانستان مشکل ایجاد نخواهد کرد؟ ببینین، همه افغان ها مسلمان هستند، در وطن خود یک نظام اسلامی می خواهند. این شکل حکومت آینده، یعنی امارت اسلامی یا جمهوریت یا هر نوع دیگه که شما یا طالبان در ذهن دارن و یا حکومت افغانستان در ذهنشان است؟ ببین، مسئله ساختار نظام، مسئله قانون اساسی و دیگر مسائل مربوط به افغانستان، این چیزایی است که ما در مذاکرات بین الافغانی با هم میشینیم، درباره مسائل مذاکره میکنیم، بالاخره انشاءالله به یک توافق سیاسی میرسیم، در نتیجه از او یک صلح سرتاسری در افغانستان حاکم میشود. بسیار ممنون.